ببین دخترم، اون یه مریض روحیه. میدونی که مریضای روحی تو بیمارستان بستری میشن. به چرت و پرتای اون نباید اهمیت بدی دختر. اون چرت و پرت نمیگه مامان جون. من همه حرفاشو خیلی خوب میفهمم. یه چیزی بهم بگو. اون تو بیمارستان بستریه. بعد چطوری؟ تو رو تو خیابون دیده. چطوری اومده خونه؟ اینو میشه فهمید. یعنی چی؟ تو الان میخوای بری ببینیش ازش بپرسی؟ کیه؟ کی داره زنگ میزنه؟ نمیدونم، ناشناسه. الو دخترم کاری. گوشی فؤادو برداشتم شماره تو رو بگیرم. توش عکس تو رو دیدم عزیزم. بله خاله. دخترم بی خبر رفتی. نتونستی این وضع فؤادو تحمل کنی ها؟ میبینی؟ منی که مادرم چطوری میتونم این حالشو تحمل کنم آخه؟ دخترم تو فقط باید همت کنی. بله. اگه میتونی بیای اینجا فردا ساعت 11 فؤادو موقع بیداره. اصلا نگران نباشید. من ایشالا سر وقت میرسم باشه؟ مراقب خودتون باشید. خدافظ. باشه دخترم. خدا نگه دارت. میخوای دوباره بری کاره؟ مامان جون من خیلی حیرون موندم که چرا همه چی آخر آخرش منو به فؤاد میرسونه. آخه چرا همه راه آخرش منو دارن به اون میرسونن؟ من جواب این سوالو میخوام. میدونین چیه؟ تا وقتی جواب این سوالو پیدا نکنم نمیتونم توی آرامش زندگی کنم. مامان من باید جواب این سوالمو بفهمم. لطفاً ماما، لطفاً توی این شرایط سخت کنارم باشید. دیگه تو کل عمرم هیچی ازتون نمیخوام ماما. کجا داری میری پسرم؟ بیمارستان. اما تو گفته بودی امروز مرخصی گرفتی. آره، یه سمینار مهمه. دکترم یا متخصصم میخوام ازشون یاد بگیرم. سمینارت کی تموم میشه عزیزم؟ تموم میشه 2-3 ساعت دیگه. باشه پسرم، زودی برگرد. یه سورپرایز برات دارم. چه سورپرایزی؟ اگه سورپرایزو بگم که دیگه سورپرایز نیست عزیزم. صبحانه که میخوری درست کنم؟ نه نمیخورم. باشه چایی درست کردم، چایی بخور. بابا رفته؟ اون که صبح هوا روشن نشده رفت. باشه فعلا. چیزی از بیرون نمیخوای؟ نه پسرم هیچی نمیخوام. ها راستی، امروز برات قرمه درست میکنم. زودی برگرد. خداحافظ. خداحافظ.